روزی و سعادت ملت ایران. سال تعیین کننده در نبرد با رژیم آخوندی. پیام به جوانان و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران. مسعود رجوی، فروردین 1387. سلام و تبریک برای 27 بهار سرخ‌فام و سرسبز مقاومت، برای بهار پیروز ایستادگان و آیات صبر و ظفر در اشرف، و برای گل دادن رزم و رنج شهیدان و فروغ‌های جاویدان در سراسر ایران. در کشاکش سهمگین و آشتی ناپذیر مردم و مقاومت ایران با بربریت آخوندی در سال 1386، سه حقیقت بیش از هر زمان روشن و ثابت شد. اول، اوج آمادگی و جوشش شرایط عینی برای تغییر و برای خیز برداشتن انقلاب دموکراتیک مردم ایران. دوم، مرحله ریزش و سرنگونی محصول محتوم تکپایگی و انقباض درمان ناپذیر رژیم ولایت فقیه. سوم، اینکه رژیم آخوندی هماوردی جز مجاهدین خلق ایران و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران نمییابد و با تمام توان و شدت و حدتی جنون‌آمیز در پی نابود کردن آنهاست. اما همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت هنگام تحویل سال گفت، سال 86 برای مقاومت سال اعتلا و سرفرازی و برای رژیم آخوندی سال ریزش و سراشی بود و رژیم از 6 جهت در برابر تغییرات جدی و تحولات کیفی قرار گرفت. اکنون سال 1387 را پیش رو داریم که در نبرد با نظام ستم شیخی سالی تعیین کننده است. سرنگونی فاشیسم مذهبی حق مسلم مردم ایران است. قسمت اول، شرایط عینی. آمادگی و جوشش شرایط عینی در امواج پایان ناپذیر اعتراض به وضع موجود و حرکات خودانگیخته یا هدایت شده اجتماعی و در گسترده ترین تحریم سیاسی انتخابات رژیم بارز شد. اعدام در ملأ عام، دست و پا بریدن، پرتاب از بلندی، سریال طرح‌های امنیت اجتماعی، سرکوب جریانوار زنان به بهانه‌های واهی، ضرب و شتم بی‌دریغ جوانان نافرمان با مجازات‌های تحقیرآمیز ضد انسانی و انواع اقسام پلیس‌ها و پاسداران محسوس و نامحسوس، پاسخ آخوندی به عصیان عظیم اجتماعی است. در مهر ماه 86، سرکرده جدید سپاه پاسداران ارتجاع، استراتژی جدید سپاه را در ترکیب با بسیج ضد مردمی مقابله با تهدیدهای داخلی اعلام کرد تا بتواند در برابر تهدیدات سیاسی، اجتماعی و امنیتی دشمنان به درستی وارد عمل شود. پاسدار جعفری گفت، بنا به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی، استراتژی سپاه با گذشته فرق کرده، بدین ترتیب که مأموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است
و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت. وی توانمندی سپاه را در مقابله با دشمن در توان موشکی و اطلاعات خلاصه کرد و جنگ 33 روزه لبنان را یک نمونه راهبردی برای مقابله با دشمن خواند و افزود: مأموریت اصلی سپاه در شرایط کنونی توجه به مأموریت‌های بسیج است و مأموریت بسیج با توجه به فرامین فرمانده معظم کل قوا نیمی از مأموریت سپاه است. به همین دلیل باید سازوکار پرداختن به این مأموریت نیز فراهم شود.